با آشپزی لحظات خوشی داشته باشید. به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوب و باسانی از بین میبرد. سرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم می سلام دوستان عزیز، باز هم خوش آمدید به برنامه امروز. امروز واقعا یک روز خوبی است، چرا که یک شیرینی خوشمزه آماده می‌سازیم. سلام های خاص خود تقدیم کسایی می‌کنیم که علاقمند برنامه هستند و در برنامه خود فرمایش غذا را می‌دهند که ما هم برشان آماده می‌سازیم. امروز غذا آماده می‌سازیم همراه با خرما. به دو شکل آماده می‌سازیم، شکل اولش هم آسان است و دومش هم آسان است. اگر متوجه باشیم هر دوش آسان است، ما می‌تونیم با شکل خوب درستش آماده بسازیم. خب کسایی که میخوان از این شیرینی خوشمزه آماده بسازن، مواد لازمه یادداشت کنن تا بتونن از این شیرینی خوشمزه در خانه خود در روزهای جمعه در کنار فامیل خود یا در روزهای خاص آماده بسازن. موادی که ضرورت داریم: آرد ترمیده، مسکه، تخم مرغ، مالته، پودر کستر کمی که ضرورت داریم، عسل، شیر، خورما، کمی که نمک و ربع هتیار. ربع است که واقعا طعم مزه بسیار خوبی داره که ما میتونیم غذای خوشمزه را همراه با ربع هتیار آماده بسازیم. ما میتونیم غذای خوشمزه را همراه با ربع هتیار آماده بسازیم که طعم خوبی داره، رنگ بسیار خوب داره و کمی که ترشک هم است که غذا خوشمزه میسازه. قسمی که میبینید پودر سرف اکسل هم از داخل لکه را به زودترین وقت از بین میبره، مثل لکه گریس و مبلین و تینه رو نمیفهم دیگه، هر لکه که باشه، یعنی لکه کافی و انار که لکه است که به زودترین وقت از لباس هست بینه میره، میتونه که همراه با پودر سرف اکسل لباس های سفید و رنگه را به شکل خوب درستش شستشو کنه و با پوست هم ضرر نمیرسانه. زیادتر کسایی هستن که میگن بعضی پودر هست که ضرر میرسانه، ولی پودر هست که واقعا ضرر نمیرسانه. یک بارم تان کنه همیشه ازش استفاده میکنه. و قسمت شامپوی کلیر هم هست. شامپوی هست که از نامش پیدا، شما میفهمید کلیر پاکننده است، پاکننده داغ لکنه، البته پاکننده موی است که موی را سمسایی پاکن صفا میکنه، جلایش خاص میداشته باشه. کسایی که سبوسک موی داره سبوسک موی از بین میبره و موی را نرم و یک قسم گرانگ میسازه که واقعا که یک شامپوی خوب است که برای آقایان جداست و به خانم ها جداست. میتونن هر کدامش به شکل خاص خود استفاده کنن. شروع میکنیم با آماده ساختن این شیرینی خوشمزه امروز که ضرورت به یک کاسه داریم و شیرینی امروز ما داخل داش آماده میسازیم. خب شیرینی ها زیادترش در داخل داش آماده میشه و امروز هم ما میخواییم شیرینی داخل داش آماده میسازیم. دو نوع خمیر آماده میسازیم. خمیر اولی هسته به خاطر شیرینی اولی که ما میخواییم صرف همراه با کمکی عسل، همراه با کمکی مسکه، کمکی نه مسکه، زیادتر از شیرینی ضرورت داره آماده میسازیم. خب خب مسکر همیشه باید داخل کاسه اضافه کنیم. و ضرورت به آرد ترمیده هم داریم. شیرینی است که ضرورت به پودر کیک نداره، یا بیکینگ پودر یا خمیر مایع ضرورت نداریم. خب نوبت عزیز که مسکره باید به می شکل همراه با آرد ترمیده مخلوط کنیم. به خاطر مزه‌دار ساختنش و به خاطر از اینکه یک طعم خاص داشته باشه، یک کمی که نمک هم ضرر داریم. نمک وقتی که همراه با مسکه، بوره و موادی که شیرین می باشه یا یک جای مخلوط میشه، شیرینی رو خوشمزه می سازه. خب همراه با داده است به این شکل باید آرد به شکلی آماده بسازیم که آرد همراه با مسکه کاملا مخلوط شد.
کلوله کلوله نر باشه. خب ماسک را همراه بارد باید که خوب مخلوط کنیم. کسایی که ماشینی خمیر در خانه دارن و میتونن داخل ماشینی خمیر آمده بسازن، کارشان آسان میسازن. آرد خوب مخلوط شد، یک رنگ خوبی را برای خود هم گرفته و به شکل آرد پاشان هم است. و کوشش کنیم که بعضی قسمتاش اگر کلوله می باشه و را هم به می شکل مخلوط کنیم. خب وقتی که آرد خوب مخلوط کنیم و به شکل فشارش بدیم، به شکل خود بسته میکنه که پس دوباره پاشان میسازیمش. و حال نوبت عسل. کسی که عسل در خانه ندارن میتونن از بوره هم استفاده کنن. خب کمی عسل به خاطر خوشبو ساختنش ما از ونیلا استفاده میکنیم. ونیلا عسل اگر باشه، بوتل عسلش باشه، شما میتونید که باز فقط از یک قطره یا دو قطره از اون یک زغال کلان خمیر خوشبو بسازه. خب عسل هم اضافه کردیم، مواد رو هم اضافه کردیم و حالا خب با پوست مالته هم ضرورت داریم. اول پوست مالته را استفاده میکنیم و بعدش آبش. خب تا مالته را ما از خراشک میکشیم میبینیم، میریم میبینیم، یک وقفه کوتاه را برمیگردیم، با ما باشید. آناناس. آناناس سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی مثل کلسیم، پتاسیم، فیبر و ویتامین سی است. علاوه بر اینها بسیار کم چرب و کم کلسترول است. این خواص را می توانید از مصرف کمپوت آناناس، میوه تازه آن، میوه یخ زده یا حتی آب آناناس به دست آورید. یکی از خواص مهم آناناس کمک به ساخت استخوان های سالم و استحکام استخوان هاست. آناناس غنی از مگنیزیم، ماده معدنی است که وجودش برای ساخت استخوان‌ها و ارتباط بافت‌ها ضروری است. آناناس باعث رشد استخوان‌ها در بدن جوانان و استحکام استخوان‌ها در پسران می‌شود. یک گلاس آناناس حدود 73% مگنیزیم مورد نیاز روزانه بدن را تأمین می‌کند. از دیگر خواص آناناس می‌توان به نقش آن در بهبود سرماخوردگی و کاهش میزان سرفه اشاره کرد. اکثر افراد هنگام سرماخوردگی ویتامین سی یا آب مالته بیشتر می‌خورند، غافل از این که خواص آناناس نیز کمتر از آنها نیست. بروملین موجود در آناناس باعث کاهش شدید سرفه یا توقف سرفه های شدید می شود. پس هنگام سرماخوردگی خوردن آناناس را فراموش نکنید. آب آناناس دارای پاپائین مخمر بسیار گرانبهای برای معده است. آب آناناس مدر است و ادرار را زیاد می کند. در نتیجه برای بیماران کلیوی مناسب است. در مورد عقب افتادن عادت ماهانه خانم ها و منظم کردن آن نیز تأثیر فوق العاده ای دارد. در هند و چین از میوه رسیده آن به عنوان خونساز و تصفیه کننده خون استفاده می شود. پزشکان توصیه می کنند بیماران پس از عمل جراحی یا هنگام مبتلا شدن به بیماری های عفونی آناناس مصرف کنند. آناناس دارای آنزایم به نام بروملین است که به هضم پروتئین غذاها کمک می کند. اگر دچار زخم معده یا روده، سوء هاضمه یا بی‌اشتهایی هستید،
آناناس بخورید. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوب و باسانی از بین میبرد. سرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم می آید. با شما هستیم. خب آب لیمو را همراه با پوست لیمو داخل کاسه اضافه کردیم، همراه با کم نمک مسکه آرده تر میده. هم مواده به شکل باید که باز هم با هم مخلوط شد. خمیری که آماده می‌سازیم به اندازه خمیری آب اضافه نمی‌کنیم، کاملا خمیر شد. صرف به که دیگه کمی چسب پیدا کنه بس. خب به این شکل باید خمیرش آماده بسازیم. کمی که جنجالی است ولی واقعا یک شیرینی خوشمزه آماده میشه. خب کمی آب دیگه اضافه میکنیم به خاطر خمیر زیاد خشک است. شیرینی خمیر زیاد نمیسازیم به خاطر که خورما شیرینش زیادتر است. اگر ما خمیر هم شیرینش زیادتر بسازیم، بعد از اون کسی که بخواهن از این شیرینی استفاده کنن و تو هر شیرینی یا هر کیک یا مواد آماده بسازیم شیرینش زیادتر باشه زود دلم میزنه. به این خاطر باید متوجهش باشیم. و پوستم مالتره ما به خاطر خوشبویش هم اضافه کردیم و به خاطر مزیش هم. شما خمیر میبینید به شکل آماده شد، فشارش میتیم خدا بسته میکنه به می اندازه کافی است. پس به شکل پاش پاش میکنیم. خمیر آماده است و نوبت اسپری بود که قالب باید که به شکل همراه با اسپری کاملا چرب کنیم و بعدش به شکل آرده که آماده ساختیم کلش باید که به داخل قالب اضافه کنیم. بجاست یک کمکش که بعد از اون ما میخوایم به شکل تاپینگ آماده بسازیم. ببین یعنی در قسمت بالای قالب باید کمی اضافه کنیم. و حال نوبت پرس یا فشاری است که خمیره که ما آماده ساختیم به شکل فشار بدیم. فکر میکنم یک کمی که آرد زیاد است. تا جایی که امکان داره باید خمیر ما باید به این شکل فشار بدیم. خب خمیر خدا بسته کرد و
حال نوبت عزیز که به شکل باید هر چهار طرفش یک ساعت بسازیم، یعنی کاملا هموار باشه، بخشی بلندی نداشته باشه که باز قسمت وسطش اگر داشته باشه فرق نمیکنه، ولی قسمت بیرونیش یعنی هیچ چهار طرفی که ما وقتی از خالی بیرون میکنیم باید شکل خوبی داشته باشن. خب به این شکل باید که هر چهار طرف شاماده بسازیم. خب هم مواد را آماده ساختیم و به این شکل باید که تزینش کنیم. خمیر یا آرد که در چهار طرف اضافه می باشه یا رسو می کنیم و به این شکل نوبت عزیز که داخل داش بانیم. داخل داش گذاشته میشه آردی می قسمت باشه که چرا که ما بدن هم ضرورت داریم و نوبت سرمیز. خب نوبت خرماست. خب خرما رو هم داخل بشقاب خستش جدا میکنیم. خسته خرما رو دور میکنیم و پس دوباره میده میدهش میکنیم و داخل قالبه که ما خمیر گذاشته بودیم و داخل داش بندیم بالا از اضافهش میکنیم، ولی باید کاملا میده میده باشه و خودم میده میده ساخته باشه تا باشتن ما به شکل خوب و درستش داخل قالب جا بجاش کنیم. بجای خرما ما میتونیم از بعضی میوه دیگه هم استفاده کنیم، یعنی میتونیم از شفتالو، زردالو، انگور، سیب میتونیم که استفاده کنیم، خصوصا ناک خوب رسیده اگر باشه ما میتونیم خوبتر آمادش کنیم، ولی باید که شیرینی خمیر کمی که زیادتر کنیم. خب تا وقتی که دیگه مواد را آماده می‌سازیم میریم نکته ها رو می‌بینیم، برمیگردیم، باز هم با ما باشید. ماسک خرما، یک عدد بادرنگ با پوست، یک تکه کچالوی خام با پوست، یک قاشق غذاخوری جوانه ماش، دو قاشق غذاخوری ماست پرچرب و یک عدد خرمای بدون خسته را با هم در مخلوط کن بریزید. خوب مخلوط کنید. مایه به دست آمده را مدت 10 دقیقه روی صورت بگذارید. سپس با آب ملایم بشویید. توجه داشته باشید این ماسک به علت گرمی خرما می تواند در بعض افراد ایجاد حساسیت کند. این ماسک یک التیام دهنده مؤثر است و افرادی که پوست چرب دارند می توانند از این ماسک 1 تا 2 بار در ماه استفاده کنند. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوب و باسانی از بین میبرد صرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم میآید. با شما هستیم و در قسمت روبه نه خورما را دسته عزیز از خسته جدا کردیم و به شکل میدهش میکنیم، ولی پیش از اینکه خورما را میده کنیم میخوایم که قالب از داخل داش بیرون کنیم چرا که نسوزن و می اندازه کافی است، چرا که ما همراه با مسکه آماده ساختیم خمیره و نباید زیاد پختش کنیم.
همراه با مسکه وقتی خمیر میکنیم یک خوشبوی خاص میداشته باشه. خورما را ما به این شکل میچینیم بالاش. خب خورما باید که همش میده میده شه. کار ما رسانده ایم احساسه که ما داخل قالب میتونیم خوبتر جا به جاش کنیم. به این شکل هم مواد داخل قالب آماده ساختیم و نوبت باز هم جا به جا ساختنش است. ولی پیش از او کمی آرد بالاش اضافه میکنیم. به شکل کمی فشارش میدیم. تا در قسمت های داخل خمیر خوبتر بچسبه. خب این آماده شد. از این باز هم ضرورت داریم. نوبت یک کاسه دیگه است. شیر اما آماده ساختن غذا به این شکل وقتی آماده بسازیم بعضی وقتا زبان ها کمک کج پلش میشن. اما بگیم شیر کستر به این شکل باید کاملا مخلوط شد. هر کستر باشه احتما هر میوه که داشته باشه هر میوه که خوش اتمه. امروز ما کستر ام داره خوشبوی هم است و ام رنگ هم است. ما خواستیم از این آماده بسازیم ولی شما میتونی تغییرات بیاری و هر کدامی که خودتان خواستی میتونی آماده بسازی. خب این قسمت خمیری که آرده که اضافه مانده بود کمی از مواد اضافه میکنیم. یک عدد تخم مرغ مخلوطش میکنیم و نوبت عسل. عسل باز هم کم اضافه میکنیم زیاد نی و یک کمی آرد تر میده. مام نمیفهمم روز چیه پس
خب مواد آماده ساختیم و حال نوبت عزیز که مواد به شکل آماده بسازیم داخل قالب. به شکل بستش نمیکنیم که همه مواد هر قسمتش باشه. بعضی قسمت هاش اگر بسته نمیشه فرق نمیکنه. به شکل آماده ساختیمش، تزین هم شد و ببینیم داخل الماری را. کمی که سیاه نم بالاش اضافه میکنیم، پس دوباره داخل داشت میمونیم که آماده شود. ولی پیش از اینکه قالب داخل داشت بانیم، ما چهار طرف قالب را باید پاک صفا کنیم، به خاطر از اینکه تا داخل داشت بانیم میریم یک وقت کوتاه برمیگردیم باز هم با ما باشید. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوبه رو باسانی از بین میبرد سرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم میآید. خب نوبت خمیر دوم است. خمیر دوم هم همراه با مسکه به این شکل باید که مسکه داخل خمیر مخلوط کنیم و با اون شکلی که شیرینی اوله آماده ساختیم داخل داشت مانیم و خمیرش همراه با مسکه به این شکل باید که به شکل خوبی مخلوط کنیم مسکه همراه با آرد. از دومش هم باید که به این شکل شود. خب آماده شد. یک عدد تخم مرغ، کمک شیر، عسل و باز هم آمیانه یک چونگی. یک چونگی نمک هم اضافه میکنیم تا ما بتونیم خوبتر ایره به شکل خوب آماده بسازیم. ولی بار خمیری که آماده بسازیم ما میخواییم به شکل خمیری کلچه آماده بسازیم. کسایی که کلچه آماده ساختن میفهمند که خمیر ما به چه شکل آماده میکنیم. خب خمیر به این شکل آماده ساختیم. کمک یارد ولی یک بار میریم میبینیم ایشینی هم قسمت روش باید که کاملا پخته شود.
خب خمیر باید که خوب مخلوط کنیم تا وقتی که خمیر در دست ما برسه. خب شما میبینید دوست عزیز که خمیر چقدر شفاف است و به شکل خوبی آماده شده، ولی یک کمک دیگه هم ضرورت داره تا مخلوطش کنیم. این قسمتش کاملا آماده شده و یک کمک دیگه هم ضرورت داره تا آمادش کنیم و گد بخورم. کمک آرد اضافه میکنیم چرا که کمی نرم است، باید سخت کنه خوده. کمک آرد دیگه هم ضرورت داره چرا که به مون اندازه که ما میخواییم باید که آماده شوه. این خمیر ما به شکل کلچه بطنی آماده میسازیم. خمیر کلچه بطنی کمک سخت میباشه تا شکل دیزاین خوبی برای خود بگیره و این خمیر هم به اون شکل باید که آماده شوه. کمی که زحمت زیاد، فشار زیاد، خمیر آماده شده و نوبت ایست که هموارش کنیم. خب به شکل هموارش میکنیم و باید که هر چهار طرف ازی باید گرد باشه. باید خمیر هم به شکل گرد آماده میسازیم چرا که ما میخواییم بعد از او برشش کنیم. به شکل آماده میسازیم و نوبت برشش هم است. شیرینی که ما خواسته بودیم داخل داش آماده بسازیم آماده است، باید از داخل داش بیرونش کنیم تا وقتی شیرینی دیگر آماده میسازیم نرم میشه، سرد میشه. یک شیرینی خوشمزه که هر وقت ما خواسته باشیم میتونیم از این استفاده کنیم، همراه با کافی، همراه با چای تلخ و به نظرم هم را با یک گلاس قهوه تلخ خوبتر میتونیم استفاده کنیم.
یک عدد خرمای که خستش دور میکنیم، بعد از او به شکل رولش میکنیم. همیشه قطار این قسمت میمانیم تا همه آماده شوه. خب به این شکل همیشه باید که آماده بسازیم. داخل زین ما میتونیم همراه با مغز پسته، بادام، هر میوه که خواسته باشه میتونیم اضافه کنیم، پرش کنیم، همراه با مربا، همراه با ککو، هر موادی که خواسته باشیم، هر شینی که خواسته باشیم میتونیم داخلش پر کنیم. ولی امروز ما خواستم که همراه با خرما باشه، چرا که نوبت خرماست. هر دو شینی رو باید که همراه با خرما آماده بسازیم. آماده ساختن شینی آسان است. با آماده ساختن یک دایره خمیر، وقتی ما تقسیماتش میکنیم، یک دایره به 8 تا تقسیم میشه و 8 توته از شینی رو برای ما آماده میسازه. باز هم نوبت گیش که به شکل آماده بسازیم. ما میتونیم همراه با خورما چارمغز هم آماده بسازیم، ولی چارمغز خلاص کردیم امروز. میشه که خورما چارمغز هم مخلوط شده به شکل آماده شده، که اول خورما را باید کاملا میده میده کنیم، داخل کاسه اضافه کنیم، همراه با کمی شیر نرمش میکنیم و بعد از او چارمغز را بالاش اضافه میکنیم، کمی که حرارت میدیمش زودتر خود آماده میسازه. پسته بادام همیشه که به این شکل همراهش مخلوط کنیم. خب این هم آخریش هست که ایره هم باید به شکل اضافه کنیم. ولی دوستای عزیز، تا وقتی که آخریش هم داخل قالب میگذاریم، تا داخل داشت بانیم، میریم یک وقفه کوتاه برمیگردیم. باز هم با ما باشید. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوبر و باسانی از بین میبرد. سرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم میآید. با شما هستیم در قسمت اخیر برنامه، یعنی چند خلیگان وقت داریم تا شینیار داخل داشت بانیم. ولی شینیار زودتر آماده میشه وقت کمیر در بر میگره. صرف سبزردی و سفیدی تخمرغ به شکل باید کاملا مخلوط کنیم، همراه با کمی اصل. اصل رنگ روشنی برش آماده میسازه و همراه با تخمرغ وقتی ما میخواییم آماده بسازیم. قسمت روی غذا روشن میسازه. همیشه وقتی ما میخوایم شیرینی رو داخل قالب بانیم، این قسمت زیر باید در قسمت پایین بانیم و ایره ما به این شکل ما گرفته داخل تخم مرغ و دوباره همیشه به این شکل باید داخل قالب بچینیم. کسا که برسای چرکوری شیرینی دارن میتونن از او هم استفاده کنن.
کسایی که ندارن مثل ما میتونن به این شکل آماده بسازن، مشکل نیست. خب به خاطر تزیین ازی هم باید کمک زیاده نه؟ اینقدر زیاد نیست، بسیار کم. و نوبت داش که داخل داش بانیمش تا 5 دقیقه دیگه آماده میشه. حرارت زیاد مونیم و حرارت زیاد زود پخته میشه. صرف داخل خمیر ما کمک شیر تخم مرغ اضافه کردیم. زودتر آماده میشه، ما میتونیم زودتر آمادهش کنیم و بعض وقت بسیار کمی پخته هم میشه. تا وقتی آماده میشه میریم نکته رو یک بار دیگه میبینیم، برمیگردیم، باز هم با ما باشید. ماسک خرما، یک عدد بادرنگ با پوست، یک تکه کچالوی خام با پوست، یک قاشق غذاخوری جوانه ماش، دو قاشق غذاخوری ماست پرچرب و یک عدد خرمای بدون خسته را با هم در مخلوط کن بریزید. خوب مخلوط کنید. مایه به دست آمده را مدت 10 دقیقه روی صورت بگذارید. سپس با آب ملایم بشویید. توجه داشته باشید این ماسک به علت گرمی خرما می تواند در بعض افراد ایجاد حساسیت کند. این ماسک یک التیام دهنده مؤثر است و افرادی که پوست چرب دارند می توانند از این ماسک یک تا دو بار در ماه استفاده کنند. با شما هستیم دوست عزیز. نوبت شیرینی خوشمزه است که باید برشش کنیم. البته کاملا پخته هم شده، آماده هم شده و شیرینی دیگه که داخل داشت مندیم و هم آهسته آهسته آماده میشه، ولی و رنگ خود تغییر داده. قسمی گفتم در ظرف 2 دقیقه آماده میسازه خدا و پخته همیشه. به خاطر از اینکه ما مواد زیاد اضافه نکرده بودیم، یعنی از قبیل شیر و یا آب یا مواد دیگه که وقت زیاد در بر بگیره، صرف مسکه و تخم مرغ خب داغ است، باید که ما امروش احتیاط کنیم تا به شکل خوبی بتونیم از داخل قالب جداش کنیم، ولی امروز چرا لوازم خودم را پیدا کرده نمیتونم. خب که نمیشه خیر میشه که امروز خب یک چندانش را به شکل تزیین میکنیم. نوبت شیرینی دومی است. به شکل همیشه آماده ساختیم. می بود یک شیرینی خوشمزه که امروز ما آماده ساختیم، خدا کنه خوشتون آماده باشه. و شیرینی رو ما میگذاریم برای چند دقیقه که سر شد. وقتی سر شد بعد از اون ما میتونیم استفاده کنیم. خب قسمت از این پایین از یک است همراه با خمیره که آماده ساخته بودیم. صرف مسکه آرد ترمیده بود که برای 10 دقیقه داخل داش موندیم. خمیره کاملا پخته ساخت، یعنی وقتی همراه با مسکه و خمیره آماده میسازیم زودتر هم آماده میشه و یک قسم قاقق هم میباشه، ولی گرم گرم قاق نمیباشه. وقتی که سر شد خود قاقق میسازه، حرارت خوبی به گرمی که داخلش هست کمی سرشه یک مزه خاصی می داشته باشه. قسمت بالاش همراه با خرما آماده ساختیم.
قریب کمی لحظه خورما فراموش شد. امروز با خورما آماده ساختیم و قسمت بالایش یک خمیر خوشمزه خاص دیگه که امروز با پودر کستر که طعم عمه دارم و آماده ساختیم. واقعا طعم خوبی داره. طعمش عالمتان میکنم. ولی خدا کنه غذا که شیرینی که امروز آماده ساختیم خوشتان آمده باشه. تا برنامه بعد خداحافظتان. تا آشپزی دیگر به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریس و زرچوب و باسانی از بین میبرد سرف اکسل جدید و رو به هدیه است و خوشم میآید.